بهشتی یار پرهاشیه و قدرتمند روح الله. در تاریخ ایران رویدادهایی هست که هنوز بعد از گذشت سالها ابهامات بسیاری برایمان ایجاد میکنند. سرنوشت ناگهانی و دراماتیک یکی از متفکران و سیاستمداران برجسته شهید بهشتی با پرسش‌ها و رازهایی همراه است که بسیاری تلاش کردند برملا سازند. اما یک سوال مهم همیشه ذهن تحلیلگران، پژوهشگران و حتی مردم عادی را به خود مشغول داشته، اینکه دستور ترور از کجا صادر شد و چه کسی یا چه کسانی در پشت پرده این تراژدی بودند. بگذارید به شما این اطمینان را بدهم که تا پایان این ویدیو اطلاعاتی به دست خواهید آورد که ممکن است دیدگاه شما را نسبت به این رویداد تاریخی تغییر دهد. آیا آماده اید که دریچه جدید به تاریخ ایران باز کنیم؟ پس با من همراه باشید. این داستان از سال 59 در جمهوری اسلامی ایران آغاز می شود، زمانی که کشور هنوز در حاله‌ای از نابسامانی‌های بعد از انقلاب قرار داشت و جنگ تحمیلی ایران و عراق به تازگی شروع شده بود. در چنین شرایطی خبر انفجاری مهیب در دفتر حزب جمهوری اسلامی ایران، مرکز اصلی قدرت حکومتی، جامعه را در شوک فرو برد. در این حادثه بیش از 70 تن از بزرگترین مقامات رسمی کشور از جمله رئیس دستگاه قضایی آن زمان دکتر سید محمد بهشتی که به یار پرهاشی خمینی شناخته میشد جان خود را از دست دادند. اما چرا به او میگفتند یار پرهاشی؟ یک شنبه 13 آبان سال 58 که دانشجویان مسلمان پیرو خط امام سفارت آمریکا را تصرف کردند، با بررسی تلگراف هایی که بین آمریکا و دکتر بهشتی در سفارت وجود داشت، از وجود ارتباط نزدیک وی با آمریکا آگاه شدند. اما امام خمینی مانع از پخش این خبر شد. اما چرا؟ شاید بهشتی به دستور شخص امام خمینی با آمریکا در ارتباط بود، یا شاید هم امام خمینی برملا شدن اسناد مربوط به آقای بهشتی را مصلحت نمی‌دانست، چون در فضای چپی و پر از تشنج آن دوران تماس مستقیم داشتن با بزرگترین دشمن انقلاب میتوانست هزینه بسیار سنگینی برای نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی داشته باشد. بعد از اینکه محمد رضا پهلوی برای درمان بیماریش مجبور شد از مصر به آمریکا برود، دولت مردان جمهوری اسلامی به آمریکا معترض شدند که شاه نباید حق درمان در این کشور را داشته باشد. اما آمریکا اهمیتی به این موضوع نداد، چرا که معتقد بود اگر شاه ایران را از کشورش بیرون کند، ملت آمریکا از این نحوه برخورد ناخشنود خواهند شد. از این رو دانشجویان پیرو خط امام به سفارت آمریکا در ایران حمله کردند و سفارت آمریکا به دست دانشجویان افتاد. چند تن از کارکنان سفارت گروگان گرفته شدند. بعد از این اتفاق هنری پرکت، مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا در زمان انقلاب، از نیویورک در حال بازگشت به واشنگتن بود که از رادیوی ماشین خبر گروگانگیری را شنید. وی بعد از رسیدن به واشنگتن برای آزادی کارکنان سفارت با دکتر بهشتی تماس گرفت. در جواب دکتر بهشتی به او گفت: ببینم چه کار میتوانم بکنم، الان باید به جلسه شورای انقلاب بروم. اما دکتر بهشتی دیگر بعد از اتمام جلسه به هنری پرکت زنگ نزد. هنری پرکت تنها مقام آمریکایی نیست که با این روحانی قدرتمند نزدیک به رهبر انقلاب در تماس مستقیم بود. دو مقام سابق دولت آمریکا، یکی دیپلمات و دیگری مأمور CIA که سابقه فعالیت در ایران را داشتند، میگویند پیشونه آشنایی سفارت آمریکا با محمد بهشتی به دورانی برمیگردد که محمد رضا شاه در اوج قدرت بود و با هر گونه ارتباط مقامات خارجی و مخالفانش به شدت برخورد میکرد. بروس لینگن، کاردار آمریکا، هم در مصاحبه‌ای گفته:
بهشتی تنها عضو شورای انقلاب بود که ما شمارش را در دفترچه تلفنمان داشتیم و به او زنگ می‌زدیم. و همچنین چندین دلیل اینچنینی که ارتباط وی را با کشور آمریکا نشان می‌دهد. یه لحظه صبر کن. اگه تا اینجا ویدیو همراه ما بودین، لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. بهشتی از نظر آمریکایی‌ها یک آخوند با اعتماد به نفس و غربی تر از امام خمینی بود و دلیل آن زندگی وی در هامبورگ بود و همچنین افرادی مانند پرکت معتقد بودند که بهشتی مردی مقتدر و مرد شماره دو حکومت است. شامگاه 7 تیر سال 60، صدای انفجار از دفتر حزب جمهوری اسلام. سازمان مجاهدین خلق ایران یک بمب بر ستون اصلی ساختمان حزب و یک بمب دقیقاً زیر تریبون بهشتی قرار دادند. بعد از انفجار سقف پایین آمد و دکتر بهشتی همراه با چندین نفر از اعضای حزب ترور شدند. سازمان مجاهدین خلق در سال 54 هم دنبال ترور دکتر بهشتی با روش‌هایی چون زیر گرفتن بهشتی توسط اتوموبیل بود، اما به هر حال این کار عملی نشد و در نهایت دکتر بهشتی در تاریخ 1360 شمسی به دست این سازمان ترور شد. همانطور که گفته شد، بهشتی ریاست دیوان عالی کشور یعنی بلند پایه‌ترین مقام قضایی در آن زمان را بر عهده داشت و تا زمان ترور شدنش در این سمت فعالیت میکرد. اگر بهشتی ترور نمیشد، کشور تا به الان وارد صفحه جدیدی از تاریخ اتفاقات و چالش ها میشد. وجود چنین مهره های پرنفوذ و مقتدر در سیاست کشور، قدرت ایران را از نظر سیاسی در خاورمیانه و همچنین در جهان متفاوت تر از حال میکرد. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت کافی برده باشین. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید.